درود و عرض ادب و مهر دارم. رسانه‌ای هستم از بخش بین المللی جوایز پارسی پرژن بارز در کانادا. امیدوارم که همگی شما عزیزان در اقصا نقاط جهان سلامت و تندرست باشید. در روز زنان خواننده، بانوان خواننده و دنیای موسیقی آنان هستیم. همگی خیلی خوش آمدید. در خدمت بانو آزاده حجت، مدرس موسیقی و آوازخوان هستیم. بانوی دیگری که افتخار آشناییشون رو امروز دارم، بانو هاله وزیری، گوینده و مجری، مدرس فن بیان و ادبیات هستند. بانوان گرامی، به برنامه خودتون، برنامه جوایز پارسی، خیلی خوش آمدید. اگر که از بانو حجت خواهش کنم که نظر خودشون رو در ارتباط با اهمیت موسیقی زنان در جامعه بفرمایند، ممکنه. خیلی خوش آمدید، هستیم خدمتتون. سلام، درود و مهر به شما بانو ثانی عزیز و همه عزیزان پرشین اواردز. معذرت میخوام. امیدوارم که همگی خوب باشین و یک دنیای پر از صلح و موسیقی و زیبایی در کنار هم داشته باشیم. من واقعا تشکر میکنم از گروه پرشین اواردز برای تمام تلاش هایی که دارن میکنن در سراسر دنیا برای جمع کردن دور هم در واقع هنرمندان ایرانیان در هر صنف، در هر هنر، در هر بخشی، و حرکت واقعا بزرگی هست و افتخار دارم که در کنارتون هستم و این برنامه رو دارم با شما و در کنار شما اجرا میکنم. راجع به موسیقی، در واقع موسیقی که بانوان اجرا میکنن در تمام جوامع اهمیت زیادی داره و در جامعه ما به خصوص خیلی اهمیت داره. ببینید، در واقع ما نمیتونیم که یک بخشی از جامعه رو کنسل کنیم، قطع کنیم، کنار بگذاریم صداش رو، حالا به هر دلیلی، حالا شرایطی که هستش رو من اصلا باهاش بحثی ندارم، ولی از لحاظ زیبایی شناسی میخوام بگم، از لحاظ زیبایی شناسی ما وقتی که یک تابلوی رو در واقع داریم رسم میکنیم، اگر رنگ قرمز رو به طور کل از تابلو برداریم، اگر سه رنگ داشته باشیم دو تا رنگش رو برداریم، اگر دو رنگ داشته باشیم یکیش رو برداریم، این تابلو بشو نیست. از لحاظ کمپوزیسیون خیلی اشکالهای زیادی خواهد داشت، ما ترکیب رنگی نخواهیم داشت و زیبایی های دیگه هم نخواهیم داشت. در جامعه ای که در واقع صدای بانوان پخش نشه و شنیده نشه، ما یک بخش زیبایی صوتی و زیبایی هنر و صدا رو نخواهیم داشت. از لحاظ کمپوزیسیون فقط صدای مرد بودن گوش رو اذیت میکنه، ذهن رو اذیت میکنه. برعکسش هم هست، فقط صدای زن بودن هم کمپوزیسیونی درست نمی کنه. پس در این صورت این صداها مکمل هم هستن، همینجوری که در تمام دنیا زن و مرد هست و دو جنس در واقع در تمام دنیا داریم، این دو جنس صدا هم باید در جامعه شنیده بشه و وجود داشته باشه و زیبایی و هنر موسیقی کامل پخش بشه. یعنی زمانی که شما زیاد صدای مرد رو گوش میدید، پشت سر احساس یک کمبودی دارید که انگار یه چیزی کمه، انگار یه چیز دیگه میخوای، میدین سراغ یه صدای تون بالاتر، یه صدای ظرافت زنانه تر. صدای زنانه رو خیلی گوش بدید، باز میدین سراغ یک صدای مردانه تر. پس در این صورت این ترکیب زیبایی و کمپوزیسیون باید در جامعه باشه و از لحاظ کمپوزیسیون و نیاز بشر لازمه. اون در واقع در بخش هنریش هست که یه جور فیزیک محسوب هم میشه که باید باشه، این تمام این فرکانس ها باید در کنار هم باشه و شنیده بشه. ولی از لحاظ دیگر که زنان در جامعه در واقع وقتی که میخونن چه اتفاقی میفته، اولین تأثیر روی خانواده است. من در واقع
کسانی رو که شاگردای من بودن و تدریس میکردم، همچنین خودم، موقعی که اینها در خونه میخوندند و تمرین میکردند، تقریبا میتونم بگم تمام اعضای خانواده میومدن و شریک میشدن. یعنی بعد از یه مدتی شاگردای من زیاد میشد، یا میمدن گوش میدادن، یا اینی که تمرین صداسازی میکردن، یا تصنیف ها رو تکرار میکردن. یک جور فرهنگ سازی هستش در واقع، یک جور هنر رو در خانواده ها پخش کردن و موسیقی رو. حالا این موسیقی ما که موسیقی اصیل و سنتی هست و واقعا اصالت داره، چه بهتر که این پخش توی خونه ها و به همین ترتیب میره جلو. یعنی که این فرزندی که از مادر میشنوه و یا همسر، میرن جای دیگه هم راجبش صحبت میکنن، اون فرزند میره جای دیگه هم میخونه، نتیجتا یک ریشه‌ای در واقع در خاک دونده میشه به خاطر این حرکت موسیقیایی که بانوان در خانه هاشون اول دارن. به همین ترتیب خب این موسیقی وقتی که در جامعه پخش میشه، این فرهنگسازی برای تمام جامعه اتفاق میفته. این در واقع در دو بوده که من خیلی براش ارزش قائلم و برام مهمه و واقعا روش عمرم و وقتم رو گذاشتم. درودتان باد، بسیار سپاسگزارم. اگر که موافق باشین نظر بانو حاله وزیری عزیز رو بشنویم در ارتباط با اهمیت موسیقی زنان در جامعه. خوشحالم از اینکه کنار شما عزیزان هستم. امیدوارم که بتونم در دقایق پیش رو اونجا که میگم برای دیگران مفید باشه. شاید بشه گفتش که من بخش عمده ای از زندگیم و عمرم رو به ادبیات گذروندم، اما با موسیقی به واسطه خانواده خودم و به واسطه خانواده دومم فاصله نداشتم هیچ وقت. یعنی موسیقی بخش عمده و بزرگی از زندگی من بود و علاقه خودم رو هم تأمین میکرد. اما اون چیزی که ما راجع به موسیقی میخواییم راجع بهش حرف بزنیم، این تماماً و به شکل کامل بستگی به خود جامعه داره. اینکه جامعه ما به چه شکل و به چه صورت پذیرای موسیقی از هر گونه و از هر نوعی هستش، و اینکه نقش زنان در موسیقی ما و در جامعه ما به چه شکل خواهد بود، هرگز جامعه و موسیقی از هم نمیتونه جدا بشه. کما اینکه موسیقی کاملا سکاندار مسائل اجتماعی ما هم هست. یعنی ما زمانی که اتفاقاتی تو اجتماع و جامعهمون میفته به هر شکلی، موسیقی سکاندار میشه. موسیقی حرف داره، هنر حرف داره، تئاتر حرف داره، سینما حرف داره. و اینکه ما بانوان و خانمها و جنس زنان چقدر این ریسک پذیری رو داشته باشیم و بپذیریم، وجودمون این ریسک پذیری رو داشته باشه، اینکه ما آدم نوگرایی باشیم، اینکه بتونیم اینا رو تو مرحله قبلی هم گفتم و به چه شکلی بتونیم اینا رو هدایت کنیم و این نوگرایی از چه جنسی باشه، مخرب، متناقض با جامعه یا مکمل و کامل کننده جامعه باشه. این خیلی مهمه. اینکه محاسن موسیقی رو بشناسیم، اینکه وجود موسیقی در زندگی هر کدوم ما چه نقشی داره. اجازه بدید در یه مواردی اصلا این دوتا رو، یعنی موسیقی زنان و مردان رو جدا نکنیم. ما داریم به ذات راجع به موسیقی صحبت میکنیم، اصل موسیقی. ببینید، این که ما گرایش به پیشرفت داشته باشیم یا نداشته باشیم و شناخت تاریخ زنان و آنچه تاریخ زنان گذشته ما داشته و اینکه به چه شکلی حرکت میکردن و چرا این حرکت ها به این شکل بوده، بخشیش فرهنگه، تکرار میکنم، بخشیش فرهنگه، بخشیش شنیده شدنه، دیده شدنه، خصوصا در جهان سوم. به خاطر اینکه بسیاری از توانایی های ما، بسیاری از خواسته های ما ندیده گرفته شده،
نشنیده گرفته شده. این الان ما میگیم جهان سوم، این در جهان دیگه هم بوده. یعنی ما در تاریخ انگلیس وقتی قدم میذاریم، این استثمار رو، این زورگویی ها رو شاید در زنان اون دوره هم، دوره های گذشته تاریخ انگلیس هم میشناسیم و میدونیم. و اگه یه قدم کوچیک به تاریخ بزنیم، اما پس موسیقی، ملودی و آهنگین بودن کلام زنانه به خانه ها رفت، بسته شد. میگم بازم تو جهان سوم چجوری شنیدیمش؟ سینه به سینه. چجوری شنیدیمش؟ بالالایی. چجوری شنیدیمش؟ با موسیقی فولکلور، موسیقی روستا، موسیقی کار، موسیقی محلی ما، نواحی ما، داستانهایی که سینه به سینه مادران و دختران و پدران نقل می کردن. شاید عاشقها خیلی قشنگ اینا رو نقل کردن. ما اگه به شما اشاره به شاهنامه کردید و دوستانی که با شاهنامه مرتبط هستن با این مجموعه شما، شما در شاهنامه هم میتونید اینو ببینید. هیچ کس نمیاد نقش زن رو در موسیقی و در شاهنامه مثلا بگه. اینکه شاهنامه کدوم بخشش اولشه، کدوم بخشش اصلا چجوری سروده شده، وقتی که شاهنامه رو راجبش حرف میزنن، این همسر فردوسی بوده که اومده نشسته و به روایتی عرض کردم، میگن که همسر فردوسی دستی بر موسیقی داشته، بر چنگ اون موقع داشته و میزده و داستان میگفته. خب اینا رو در نظر بگیریم، این از شاهنامه. و تأثیر موسیقی بر زنان چه میشده وقتی توی خونه ها با لالایی ها، با گفتارها، با اونچه که به بچه ها سینه به سینه میگفتن، به دخترانشون میگفتن، عاشقانه هایی که به دخترانشون یاد میدادن، قصه ها و غم هایی که از گذشته به دخترانشون سینه به سینه میگفتن و انتقال میدادن، اینا به شکل ملودی و موسیقی گفته میشده برای اینکه پایه‌گذاری محکم‌تری بشه. چون ملودی و موسیقی بیشتر به یاد آدم میمونه تا کلام. وقتی شما آهنگین صحبت میکنی، بیشتر به یادت میمونه، به یاد شنوندت میمونه. تأثیر موسیقی شاید بر زنان از همون ابتدا و تأثیر گذاری، شاید درست‌تره بگیم تأثیر گذاری موسیقی بر زنان و از زنان به دختران و زنان نسل‌های بعد ادامه داشته. موسیقی شاکله الان رو نداشت، با ساز، با آواز، با این شکل در دسترس همه عموم جامعه نبوده، عامه جامعه دسترسی نداشته. موسیقی مال دربار بوده، ساز مال دربار بود. اصلا توی تاریخ ما بریم اصلا همچه خبری نبوده. اما تأثیرش بسیار زیاده در گفتار ما. حتی چون من بیان درس میدم، اگر من همین الان یک نواخت مونوتون و یک نواخت، بهتر بگم یک نواخت حرف بزنم، حتی شما شنونده من حاضر به شنیدن نیستید، ولی با فراز و فرودی آهنگین کردن صدام دارم موضوعی رو که میگم شنیدنیش میکنم. این همون موسیقیه که تو کلام ما هم وجود داره. اما برمیگردم سر صحبت اولم، این که ما گرایشمون چجوری باشه و چجور بخوایم پیشرفت بکنیم متفاوته. و متاسفانه باید اشاره به موضوعی هم بکنم، چون ما میگیم مثبت و منفی رو با هم نگاه بکنیم. سازنده هواپیما هواپیما رو میسازه، آدم مثبت اندیشی میگه آدم ها سریع برسن این طرف اون طرف، ولی آدم منفی نگر میره چتر نجات رو میسازه. این دلیل بر این نمیشه که ما اونو نقض کنیم و اینو تایید کنیم، نه، همه اینا مکمل هم دیگه است. شنیدن صدای زنان شاید توی 45-50 سال اخیر، شنیده شدن صدا باعث شد که گام‌های زنان در موسیقی بسیار بلندتر بشه. تعداد کسانی که سراغ موسیقی میرن و میخوان کاری بکنن که شنیده بشن، شنیده شدن، نه خدای ناکرده من بخوام به خواننده‌های نازنین هر جایی از دنیا خدای ناکرده توهینی بکنم، نه نه اصلا،
این به خاطر بندوبست هایی که وجود داره. اینکه خانم ها شنیده بشن، میخوان دیده بشن، شنیده بشن، سرکوب نشن. این اون چیزیه که متاسفانه بخشیش از طریق موسیقی داره شکل میگیره، بخشیش داره از این طریق میاد بالا که بخوان مطرح بشن که ما هستیم، ما رو بشنوین. و یک چیزی که من با پسرم معمولا توی برای این نسل حرف میزنم، یک چیز، با هم تو ماشین میشینیم یه وقت موسیقی گوش میکنیم. خب من خیلی موسیقی گوش کردم، شاید از خودم و خیلی زیاد موسیقی تو خونم خیلی بوده. الان بچه های جوان رو که میبینم، اولا بسیار لذت میبرم از اینکه دخترها دارن میخونن و خانمها میخونن و این بچه های جوان دارن پیش میرن. عالی، دیگه نیازی نیست تو مثلا فقط بشینی یه صدای قدیمی کهنه رو بشنوی، بچه های جدید رو میشنوی، عالیه. اما یک فریاد بی احساس تو صداشونه، نیازی نیست لوندی های آنچنانی کنن، اما این فریاد، فریاد شنیده شدنه. و این زیبایی موسیقی رو، زیبایی کلام بانوان رو شاید کم میکنه. ما بانوان او هر عرصه‌ای که راه میریم و حرکت میکنیم و قدم برمیداریم، باید ابتدا زنانگیمون رو باور داشته باشیم. ما زن هستیم، زنانگی هامون یادمون نره. اول یک زن خوب باشیم، بعد یه پزشک خوب. اول یه زن خوب باشیم، بعد یه مهندس خوب. این اون چیزیه که ما به خاطر اینکه اجتماع تکذیب میکنه و میخواد ما رو محدود کنه داره یادمون میره. موسیقی قدم اولشه، ما به زنانگی همون اول بپردازیم. طولانی شد، عذر میخوام، در خدمتتون هستم. درودتان باد، بسیار سپاسگزارم. استفاده کردیم توی مطالبی که فرمودید شما. من میخوام یک موضوع دیگری رو اینجا عنوان کنم با صحبتهایی که از شما شنیدم. شاید شما دو عزیزی که الان اینجا در خدمتون هستم بتونید در این ارتباط به هر توضیحات رو داشته باشید با توجه به تجاربی که دارید. موسیقی زنان و زنان در موسیقی ایران زمین همیشه نقش دوم رو داشتن در تاریخ ایران زمین. موضوع چند دهه گذشته نیستش. مورد دیگه‌ای که میخوام بهش اشاره بشه اینه که خود زنان، خود بانوان خواننده و آوازخوان و دنیای موسیقی که دارن، خود شما عزیزان چی کار میتونین بکنین که بانوان قدم جلو بگذارن و در واقع خودشون قایم نشن؟ این یه موردیه که من خودم توی چند سال گذشته که برای در خدمت هموطنان گرامیمون بودم، این رو خیلی باهاش برخورد کردم. اگر بخوایم مقایسه ای داشته باشیم که چرا بانوان خودشون با فضایی که براشون پیش میاد که خودی نشان بدن و از این همه هنری که دارن، از این همه به حال صدای زیبایی که دارن یا تو دنیای موسیقی بسیار بسیار تلاش ها کردن، اونجور که باید و شاید قدم جلو نمیذارن. در این دو مورد اگر برای من خانم حجت نظرتون رو بفرمایید ممنون میشم. خانم این که چرا بانوان نقش دوم دارن، درسته؟ در تاریخ ایران زمین در دنیای موسیقی بانوان همیشه نقش دوم رو داشتن. من فکر میکنم که کلن به خاطر اون شرایط حالا مردسالاری جامعه این اتفاق افتاده، و یعنی از لحاظ هنری زنها خیلی وقتا بالاتر از لحاظ هنری، درجه هنری بالاتر بودن از آقایان، وگرنه کمی ندارن از لحاظ اجرا، از لحاظ یادگیری، از لحاظ تدریس، و خب میدان داده نشده که شنیده و دیده بشن. در واقع در مورد این که خانما در با خواننده در واقع چرا قدم جلو نمیگذارن، من فکر میکنم پیچیدگی های مسائل اجتماعی مون هستش و یا اتفاقهایی که افتاده و حالا یه جور بدبینی هایی که نسبت به مسائلی که پیش میاد براشون هست و اینکه اعتماد نمیکنن. من خودم اینجوری فکر میکنم که میترسن از این وضعیتی که هست بدتر بشه، که قدم جلو نمیگذارن. شاید در واقع به این شکل باشه. من خودم خب یه آدمی هستم که سعی میکنم توی
شرایط مختلف قدم جلو بگذارم به خاطر کاری که دوست دارم، خیلی ریسک میکنم و خیلی اول اخص رو به قول معروف اول و آخر میذارم، همه چیز رو توی رده بندی میگذارم و چیزی رو که برام بیشتر اهمیت داره روی اون سوار میشم و میرم جلو. که خب همیشه موسیقی بوده و هر اتفاقی هم میافتاده ممکن بوده آسیب هایی هم برای من داشته باشه، ولی به هر حال حرکت میکردم. ولی این روحیه همه نیست واقعا که بخوان این کارو بکنن. من خیلی دقیق نمیتونم این قضیه رو بگم، یعنی تو ذهنم میاد که نگرانی های بانوان هست از شرایطی که ممکنه براشون پیش بیاد اگر این قدم ها رو به جلو بگذارن، که به نظر من واقعا باید این ریسک ها رو انجام بدن و بیان و یه حرکت هایی بکنن، به خصوص برای پیوستن به پرشن اواردز و این امکاناتی که پرشن اواردز واقعا در اختیارشون قرار میده، باید چشم بسته بیان جلو. از نظر من این در واقع پیشنهاد من هستش به خانوم ها. بسیار سپاسگزارم، ممنونیم که در چند سال گذشته همراه بودید و با افتخار هستید خانم وزیر نازنین. با این تجربه‌ای که دارید، در این رزومه پرباری که شما دارید، در مورد لالایی ها صحبت کردید، افتخار اینو داشتم و دارم که در خدمت جناب دامون شش بلوکی باشم. فرزند دامون شش بلوکی رو به خوبی میشناسم. دامون شش بلوکی از فرزندان بسیار خوبه این سرزمینه که مادر نازنینش از لالای خانهای خیلی خوب بوده، باهاش مصاحبه داشتم تو رادیو و شاید قریب به 2.5 ساعت با هم راجبه لالایی ها برنامه پر کردیم. خیلی خوب میشناسمش و خانم پروین فامیلیش یادم رفت، اطراف مامانشو متاسفم که پروین بهمن بهمنی، بله متاسفم که ایشون رو از دست دادیم و بانوی بود که اصلا کاملا نمی‌فهمید. دلیلی که به این اشاره کردم، در حتما در بزرگداشتی در خدمت ایشون هستیم، پروژه باز شده 2 سال پیش و خوشحالیم که در خدمت شما و دیگر اساتید هستیم، عزیزان هستیم و خود دامون عزیز. دلیلی که به این اشاره کردم چون شما فرمودید که در مورد لالایی ها پژوهش هایی کردید، برنامه هایی رو داشتید، در اون زمانی که دنیای اینترنت و این دنیای مدرن تکنولوژی وجود نداشت، پروین ها قدم جلو گذاشتن و نام عزیزشون همواره می درخشه که خود شما بهتر از من می دانید. مشکلی که الان هست، معمولا سعی میکنیم در مورد مشکلات صحبت نکنیم، ولی همین میزه گردی که الان در خدمت شما عزیزان هستم این یک نمونه بارزه. باز دوباره برمیگردم به اینجایی که چرا بانوان خودشون قدم جلو نمیگذارن. بانوان ما در دنیای مدرن و دنیای تکنولوژی که هست، همه دوربین ها دستشونه، همه در حال با این فضا میتونن آواز میخونن، هیچ فرقی هم نمیکنه چه داخل چه خارج. نسبت به آقایان به اون شکلی که باید و شاید، خودشون هم از فضاهایی که به وجود میاد استفاده نمی کنن. در این که باز دوباره به این نکته دارم خانم وزیری نازنین اشاره می کنم، چه می توانیم بکنیم؟ چه می شود کرد؟ لالایی جزء لاینفک زندگی تمام ماها هست در همه نسل ها. ما هممون لالایی ها رو شنیدیم. اما در تکمیل صحبت‌های دوست خوبمون باید بگم که ما مردان روشنفکر سنتی داریم. از اینجا شروع میکنم که مردان روشنفکر سنتی ما موسیقی رو بر زنان خیلی خوشایند نیست براشون. باور بفرمایید که من میشناسم موزیسین‌هایی رو که واقعا میگم که خودش حتی خارج درس خونده، ساز غربی میزنه، اما علاقه ای نداره که خانومش با وجود صدای خیلی خوب خانومش بخونه، خانومش موسیقی کار بکنه و خانومش دیده بشه. من اینا رو به عینه در اطراف خودم دیدم که چه اتفاقاتی میفته. و اما لالایی ها، ببینید لالایی ها رو
باز هم باید برم سراغ جامعه همون که ماها آدم های مدرنی شدیم که فکر میکنیم با فراموش کردن پیشینمون میتونیم به مسائل روز دنیا، به مد و اون چیزی که در دنیا داره اتفاق میفته و پیشرفت های آنچنانی دست پیدا کنیم. خب بدون این که در نظر بگیریم که شاید شما تو هر کشوری بری ریشه‌ای برای خودش داره، چیزهایی داره، خصوصا ایران. ببینید ما بچهای الانمون اگر مثلا فرض کنید برای من این اتفاقو به چشمم دیدم، دختر خاله من بچه دار شده بود، مادرش بهش لالایی میخوند برای بر نوش، گفت واه ماما هنوز این چیزها رو تو میخوای بخونی برای این بچه، خب چیکار کنه این، مثلا چی گوش بده، چی برای این بخونه، تتلو بخونه یا چی براش بخونه، چی باید به گوش این بچه خوانده بشه. ما یادمون رفته ریشه هامونو. باز شدن دهکده جهانی، آمدن اینترنت، آمدن فضای مجازی یک سری خوبی ها داره که ما اینجوری الان نشستیم از هر جای دنیا داریم با هم دیگه حرف میزنیم، این عالی. اما یک چیزهای مخربم داره. الان ما مثلا چند وقت پیش باز من با مثال یه چیزایی رو میگم، میدیدم که ما اگر کسی الان بچهش رو قنداق کنه میگن وای چقدر فناتیک، فکر کن چقدر تو قدیمی، بعد میایی میبینی توی ژاپن یا تو کشورهای دیگه این به شکل یه خورده مدرنتر، یه خورده خوشگلتر همون اومده که باید بچه رو ببندید دست و پاش صاف باشه چی باشه. خب ما اینا رو داشتیم. ما خودمون رو سانسور میکنیم. نسل جدید با گویش ها و گفته های ما باید بزرگ بشن. اگر ما از تو خونه حذفش کردیم و کوتاه اومدیم، الان باید تقاصش رو پس بدیم. اگر من و شما هندونه یه شب یلدامون فراموشمون نمیشه چون مرسوم بوده، به هر قیمتی میریم میخریم، شاید باید قصه آجیل مشکل گشایی هم که آجیل شیرینی که تو شب یلدا میذاریم که قدیم هم گفتن آجیل مشکل گشایی هم، به بچه همون بگیم. این نقشش دست ماست کاملا، این که ما بدونیم داریم چی کار میکنیم و لالایی رو بخونیم. ببینید مدرنیته نباید باعث بشه که ما ریشه هامون یادمون بره. اینو چیزیه که من و شما هم مدرنیم، من و شما موامونو رنگ میکنیم، حنا نمیذاریم، من و شما موامونو بروز میکنیم، اما افکارمون درسته باید بروز بشه، ریشه هامون که نباید کنده بشه. اینو چیزیه که ما باید هنوز خودمون تو خونه انجام بدیم. آقای شجریان تو یکی از گفته هاشون فکر میکنم گفت نفسه گفته یکی از بزرگانه، میگن که جامعه و جهان رو مردان می سازند و مردان رو زنان بزرگ میکنن و شکل می دن. درسته، از دامن ماست که شروع میشه. اگر ما مردانمون رو خراب میکنیم، لوس میکنیم، دخترامون لوس میکنیم، اون چیزی رو که باید بهشون نمیدیم، اون چیزی که باید یاد بگیرن یاد نمیگیرن، ما این که داریم کمکاری میکنیم. ما باید چیز بهتری رو بهشون نشون بدیم. اگه موسیقی بهتری رو به گوششون برسونیم، چه ایرادی داره؟ قیاس کنیم. این بحثیه که من با بچه های امروزه سر کلاس های خودم دارم. میگه ده من فلان خواننده فلان، گفتم ببین ویتنی هاوستون اینم خونده، اونم خونده، اونم خونده، من عاشق این صدام چون کارم صداست. اما بگو ببینم تو میتونی بری بشینی یه جایی کنار یه کسی، یه موسیقی هم مثلا بری کنار سندیان بشینی بیاد به تو بگه که راست پنجگاه چیه، تو میتونی بگی؟ موسیقی تو بلدی؟ چه ایرادی داره؟ اینم بلد باش، خودت رو داشته باش و بشناس. پاهامون رو محکمتر برداریم، قدمامون رو محکمتر بذاریم. اینو چیزیه که خیلی برای جامعه ما که پیشینه محکم و خوبی داره، تمدن بزرگی داشته، لازمه. صدای شما بسته است بانو جان. درود بر شما، سپاسگزارم. رسانه ای هستم از پرژن بارس جوایز پارسی بخش بین المللی. در فستیوال ایران هستیم مارچ 2024.
روز زنان خواننده و دنیای موسیقی آنان. در خدمت بانو طاهره گنجبر هستیم، نامی آشنا در مجموعه جوایز پارسی. خیلی خوش آمدید بانو گنجبر نازنین. صدای شما قطعه، قرار بر این داریم که نظر شما رو در ارتباط با اهمیت موسیقی زنان در جامعه بشنویم. میکروفونتون قطعه اگر که محبت کنید. تا بانو گنجبر به ما ملحق بشن، خانم حجت عزیز، با توجه به اینی که شما مدرس هستین با رزومه پرباری که دارید، در مورد سخنان بانو وزیری اگر موردی هست بفرمایید خوشحال میشیم. انقدر این صحبت ها جامع هستش که ساعت ها نیاز به گفتگو، سال ها نیاز به گفتگو هستش. ممنون میشم اگر نکاتی را علاقه من من موافقم با نظرشون و اینی که نسل جوان ما هیچ اشکال نداره که موسیقی دستگاهی ما رو بلد باشه، یعنی حتی خیلی خوبه که بلد باشه. و در مورد لالایی ها هم همینطور، اولین موسیقی ها واقعا لالایی های مادران بودند از قدیم الایام، و شاید پایه‌گذار بخشی از موسیقی واقعا در تاریخ مادران باشن با لالایی هاشون. بله، ایشون کاملا درست گفتن، من باشون موافق هستم در واقع. خب خیلی هم ممنون. اگر که فضایی پیش بیاد در هر جای دنیا، این مرزها رو جوایز پارسی در هم شکنده، جغرافیا معنا نداره در این دنیای مدرن امروزه، خانم آزاده حجت با توجه به رزومه‌ای که دارن، اگر قرار بود که بخوان توصیه‌ای داشته باشن به جوانترها که راه شما رو برن و هیچ حد و مرزی هم نبود برای اجرای کنسرت، برای برنامه گذاری های مختلف، چی پیشنهاد میکردید؟ چه راه حلی داشتید؟ از آقایان چه میخواستید؟ بعد اینجوری بگم بهتره، با توجه به نکته ای که خانم وزیری فرمودن، به حال برخی از آقایان متعصبن یا همین به حال مطالبی که ایشون فرمودن در اون جامعه. به جوانها در واقع بیشتر توصیه هم اینه که هرچی میتونن بیشتر اطلاعات کسب کنند، اگر که در مورد موسیقی سنتی و اصیل هست که بیشتر برن و تحقیق کنن و کلاس های زیادی رو برن و استاد های زیادی رو ببینن تا آنجا که میتونن واقعا. و از آقایانی رو میخوام که همیشه پشتیبان باشن و راه ها رو صاف کنن برای بانوان، برای دخترانشون، همسرانشون. موسیقی یک فرهنگ، موسیقی یک زندگی هست، موسیقی با ادبیات هست، به خصوص قسمتی که در واقع خواننده داره اجرا میکنه. موسیقی خیلی بخش وسیعی از جامعه هستش. اصلا از قدیم القدما، از زمانهای پیشینه که میخواستن که وقایع تاریخی رو در واقع ببینن و اینی که چجوری جامعه ها پیشرفت کردن، میرفتن راجع به موسیقی تحقیق میکردن که این جامعه کی موسیقی اومده بهش، و اون زمان در واقع تمدنشون به صورت تمدن اصولی بوده که حرکت کرده. موسیقی واقعا بخش بزرگی از دنیای ما رو گرفته الان، که حالا در اینجا دیگه جاش برای این بحث نیستش، ولی واقعیت اینه که آقایان باید در هر بخشی که هستند از خانوم ها، بانوان و همه سطوح، واقعا مرد و زن هم نداره، ولی بیشتر بانوان حمایت کنن که بتونن پیش برن. حتی در مورد موسیقی پاپ هم برن سوادش رو یاد بگیرن، یعنی فقط واقعا خوندن مطرح نیستش، سواد هر کاری باید، برای هر حرکتی باید این سواد در واقع وجود داشته باشه. این توصیه های من هستش. و اینی که
برن رو صحنه ها، برن بخونن زمانی که تجربه پیدا کردن، ریسک کنن برن جلو کشورهای مختلف، جاهای مختلف رو امتحان کنن و واقعا کار کنن، به صورت حرفه‌ای سعی کنن که کار کنن. بسیار سپاسگزارم، ممنونم. عزیزان دیگری دارن به ما ملحق میشن. در اینجا در خدمت خانم فریبا معظمی هستیم. اگر که محبت کنید بانو کامراتون رو باز کنید ممنونتون میشم. من سلام علیکم شما عزیز، من شما، من صدای شما رو دارم ولی تصویر ندارم. بله، میخوام همین رو عرض کنم که من الان در یه شرایطی هستم که پیغام گذاشتم تو تلگرام که نمیتونم ارتباط داشته باشم. فقط خواستم بگم که یادم بوده و میدونستم و این جلسه برام خیلی ارزش داشته ولی نمیتونم شرکت کنم. عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم. بسیار سپاسگزارم دوستان از حضور ارزشمند همگی شما عزیزان در این میزه گرد. اگر که خانم وزیری صحبت های به هر حال آخر رو با شما داشته باشیم تا برنامه های دیگری که در خدمتتون هستیم، بسیار سپاسگزارم. میکروفونتون قطع نازنین. عذر میخوام، میبندم که صدای اضافه توی جمع نباشه و اینطور. من میخوام از همینجا اصلا تفکیک نکنم و میخوام به همه بانوان جهان بگم که در هر دینی، در هر راهی، در هر مذهبی که هستند، در هیچ دینی، در هیچ مذهبی و در هیچ جامعه ای قانونی و دستوری و دستورالعملی برای این موضوع وجود نداره که ما زنان کاری رو انجام بدیم و یا انجام ندیم، مگر موارد اخلاقی که اون برمیگرده به ذات آدم ها که کاری رو به خطا انجام بدن یا ندن. راه رو باشن، راه برن، پیش برن، جلو برن، حرکت کنن. اصلا ربطی به این نداره که یه آقا مانع کار ما میشه. یه وقت میبینی یه خانم داره به ما، مثلا فرض کنید مامانمون داره میگه ای بابا چه حوصله‌ای داری، داری میخوای بری تازه این کار بکنی. نگذاریم، نگذاریم به هم دیگه دائما نظریه ندیم، نظریه خوب بدیم، همراه بشیم. و متاسفم یه چیزی در زنان وجود داره که گاهی اوقات متاسفانه نمیتونیم بگیم در زنان، چون در آقایون بیشتر وجود داره، و اون مقوله حسادت. شاید خانم ها بیشتر این حسادت رو کنترل میکنن، آقایون کمتر. نکنیم این کارو. حسادت باعث میشه که ما همدیگه رو پس بزنیم. یک سری نکات انسانی رو اگه در نظر بگیریم، پامون رو شونه های همدیگه نذاریم بریم بالا، به هر قیمتی هر کاری رو انجام ندیم و فکر که آینده روبرویی قراره چه اتفاقی درش بیفته و چی بشه اگر من پسش میزنم، نکنیم. علت رفتن بچه های ما به خارج از ایران شاید این باشه. شاید همه ما میدونیم که تو ایران هم میشه خوند، معلم داریم، استاد داریم، موسیقین داریم، این همه خواننده داریم، این همه استاد داریم که بتونیم ازش رو یاد بگیریم. چرا میزنیم؟ این که موسیقیمون رو به دنیا بخواییم اشاره بدیم و در دنیا مطرح بشیم یه مقوله دیگه است، اما از این که بخواییم موانع و سر راهمون بر نداریم و بریم رد شیم بریم برای خودمون کار کنیم، یه چیز دیگه است. این موانع برای من، من که نمیخونم ابدا، هرگز تو ایران نخوندم، اما برای کار من هم هست. زمانی که به من گفتن شما خانم های ایران اجازه ندارن برنامه ساعت 10 شب به بعد رادیو رو اجرا بکنن، خیلی دردناکه که چرا یک آقا صدای یک خانم رو نباید بشنوه از ساعت 10 شب به بعد. این فقط از یک ذهن بیمار میتونه بیاد.
چرا که اگر ما بخوایم دقت بکنیم همون لالایی از ساعت 10 شب به بعد به گوش بچه ها و همین آقایونی که بچه های کوچیک سایز بزرگن خونده شده. این نظر شخصی ما ها، اصلا بیش قضیه فمینیستی هم اصلا وجود نداره. توی یک سری از چیزها خانم ها بسیار مهارت دارن، توی یک سری چیزها کاملا آقایون مهارت دارن، این بسته فیزیک و مهارت ها داره. فرار نکنیم، بیستیم، کار کنیم، مطالعه کنیم، بسازیم، زنونه و مردونه را فراموش کنیم. ژاپنی های مثالی دارن، میگن دین من کار منه، شغل منه، علاقه منه. خب چرا ما نیستیم؟ من خدا اینا کرده به هیچ دینی توهین نمی کنم، به هر حال من هم مثل بقیه مسلمانم، این دینم از پدر مادرم به ارث بهم رسیده، انتخابی درش نداشتم مثل هممون. اما موضوع اینه که چیزهای دیگر رو که میتونیم انتخاب بکنیم، اصل و اصول انسانی رو در نظر بگیریم، پیش بریم. همینجا در کشور خودمون ما طاهره قرة‌العین رو داشتیم، ما قمر رو داشتیم، ما خیلی های دیگر رو داشتیم، زنان سرزمین فخر دولت رو داشتیم. این همه زن وایسادن محکم و کار کردن برای زنان سرزمینم. بهترین ها رو آرزو میکنم و میبینم و میدونم و خواهم دید بعدن اگه زنده باشم. قبل از اینم سالیان ساله که زنها کیف مردانه به دست دارن و محکم و استوار زنانه قدم برمیدارن. امیدوارم همه تو خوب باشید. بسیار عالی. او می ستاید عشق را در روزگار قلب مصنوعی، او می ستاید صبح را در قعر شب با لهجه خورشید در قرن بی ایمان، او می ستاید کلبه ساده ده را در روزگار آهن و سیمان، او می ستاید لاله عباسی و شبدر را، شقایق را، اگر ابری ببارد نرم، اینجا چنین بیگانه آواز می خواند، گاهی خاموش می ماند و باز می خواند و باز می خواند. تقدیم به شما بانوان ارزشمند سرزمینمون که با همه مسائلی که هستش در این دنیای مدرن اینترنت که همین مسائلی که دارید مشاهده می کنید باش دست و پنجه نرم می کنید، با رزومه های پرباری که دارید زمان می گذارید و در یک همچین حرکت هایی قدم جلو می گذارید. شما بانوان ارزشمند سرزمین ما هستید و امید بر این داریم که بانوان دیگر سرزمینمون در هر جای جهان هستن، شما عزیزان رو الگوی خودشون قرار بدن و اونها هم عقب ننشینن و از این فضاهایی که به وجود میاد بتونن استفاده کنن و صدای خودشون رو به بانوان جهان برسونن. من در اینجا در خدمت بانو طاهره گنجبر هستم. بسیار خرسندیم که در خدمتون هستیم بانوبار دیگر. اگر که محبت بفرمایید و نظر خودتون رو در ارتباط با بانوان خواننده و دنیای موسیقیشون بفرمایید، چی کار کنیم که بانوان خودشون هم با همدیگه رقابت‌های سالم داشته باشن و همدیگر رو اصلا بیشتر حمایت کنن در این همچین فضاهایی که به وجود میاد؟ ممکنه نظرتون رو بفرمایید؟ بله، با عرض ادب مجدد، ارادت و درود مهر خدمت شما سه تا عزیز استاد هنرمند که آزاده جون رو که میشناسم، خانم حاله فکر کنم خاورانی باشن، حالا اسم فامیلیشون رو در وزیری هستن، خانم حاله وزیری ببخشید، و عرض ارادت دارم. من بانو روز نازنینم، از ابتدا در خدمت بودم، وصل می شدم. اینه که عذرخواهی می کنم که یه وقت خلف براده نداشته باشم چشم. بخشی از سخنان حال خانمو که شنیدم کاملا درست می فرمایند. باید بانوان عزیز ما در گروه هایی که هستن و حالا در این فضای مجازی خوشبختانه شده که با هم آشنا شدن و ارتباط بیشتره، اولین مسئله اینه که صادقانه همدیگر رو حمایت کنن،
همینطور که تا اونجایی که شنیدم و سعادت داشتم در برنامه بودم، حالا خانم فرمودن، حسادت یکی از چیزای بدیه که متاسفانه البته کم رنگه ولی گاهن هست. انشاءالله که این همیشه به رقابت تبدیل بشه. رقابت خیلی خوبه چون انگیزه میشه برای پیشبرد. و خب اینطور که فرمودین یکی اینه در خانم ها به خصوص، و اینکه برنامه هایی واقعا با هم داشته باشن که در این حمایت، البته اساسنامه میخواد، یعنی یه اساسنامه باید باشه که بر اساس اون بتونن همدیگر رو حمایت کنن. و این یه مقوله خیلی مهمیه، در این حال اجرا کردنش هم در شرایط این طرف، یعنی شرایطی که ما در ایران داریم، به نظر من مشکله، چون همه جوانب باید در نظر گرفته بشه. نمیخوام اطاله کلام داشته باشم که از حوصله خارج بشه. بانو روز نازنینم، قربونتون برم، ما باید خانمایی که این طرف هستن، بانوانی که این طرف هستن، نشون بدن که اون بک‌گراندی رو که از قدیم درباره بانوان خواننده بوده اونو کم کم پاک کنن. یعنی نازنینی که، بانویی که میاد در این راه، باید تمام اون مسائلی رو که خدشه میزنه به حرمت و شخصیت یک زن خواننده با عمل نشون بده و اونو کمرنگ کنه. در نتیجه فعالیت و همینطور که فرمودن یادگیری و پشتکار خودش رو بیشتر بیشتر کنه، البته در حالتی که بالاخره از اون استعداد به خصوص در خواندن، از صدای قابل قبول اساتید هم برخوردار باشه و زحماتش حتما تحت این شرایط من فکر کنم که به نتیجه خواهد رسید، چون که با خیال راحت و با اعتماد به نفس بیشتر، با در نظر گرفتن بعضی مسائل که بانوان خواننده عزیز ایران خودشون متوجه هستن که من چی عرض میکنم خدمتشون، بنابر تجربه‌ای که دارم و سالهایی که در هر صورت پشت سر گذاشتم، ما حتما میتونیم این راه ناهموار رو دشوار کنیم، چون شرایط ما اینجا با شرایطی که عزیزان در خارج از اینجا هستن فرق میکنه. آزادی هایی که دارن، تصمیماتی که میتونن بگیرن، ما چون نمیتونیم منتظر بشیم که حالا چه شرایطی برایمون به وجود میاد، وقت رو از دست میدیم. من عرض کردم خدمتون، من خودم تا 5 سال پیش هیچ امیدی به دیده شدن، شنیده شدن نداشتم و انگیزه‌ای برام نبود، ولی تمام مراحل زندگی شخصیم رو که جای خودش بود، واقعا تحت شعاع علاقه و عشقی که به موسیقی داشتم گذاشتم، چه در ساز چه در صدا به خصوص. و واقعا خیلی سالهای متمادی زحمت میخواد این کار، از این، از محضر این استاد به محضر اون استاد. و خب حالا مثل من هم خیلی کم نیستن، هستن عزیزان، ولی شرایطی که شما فرمودین که ما پیشرفت کنیم، این پیشرفت اول تمام اون پایه های اعتماد به نفس رو به طور فردی چه چیزی محکم میکنه، اونها رو داشته باشیم، پررنگ کنیم، و بعد تلاش و یاد گرفتن و پیشرفت کردن تا جایی که بعد دست به دست همدیگه دادن. ببخشید من زیاد صحبت کردم. نه خواهش میکنم. پس اهمیت، ممنونم از توضیحاتی که فرمودید، اهمیت موسیقی زنان در جامعه رو، شما یک بانوی روانشناس هم هستین با بک‌گراندی که در آشنا هستم با رزومه کاریتون، منظورم هستش، اگر که بخواید این رو در چند جمله بفرمایید ممنونتون میشم. اهمیت موسیقی زنان در جامعه، اهمیت موسیقی زنان همینطور که حال خانم فرمودن،
زن بالفطره مادره و از همون لالایی شروع میکنه و همین انگیزه برای در هر زمینه‌ای که شما بفرمایید، اول این انگیزه از نظر مادر بودنش که میتونه، چون موسیقی دنیاییه که هنریه که در واقع در هفت هنر مطرح الان در جهان اول رو به خودش اختصاص داده. و خب این جسارت من پیش عزیزا بگم، انگیزه موسیقی در یک زن خیلی شاید قوی تر از مردان باشه در ابتدا. و پرورش کودک الان نشون داده شده که بچه ها، کودکان ما اگر از کودکی با موسیقی آشنا بشن، خلاقیتشون، علاقهشون و تمام مسیری رو که بعدها حتی اگر فقط به دانش و علم بپردازن تقویت خواهد کرد. این از نظر روانشناسی میفرمایید، البته من لطف میفرمایید، ولی در حد داناییم اینو عرض میکنم که حتی جامعه شناسان هم این رو تایید کردن که موسیقی برای کودکان از ملزومات در امروزه. و خب مادر، حالا خودش اگر اهل موسیقی باشه و یا علاقه‌مند باشه برای تربیت فرزندش، این گام خیلی مهمیه در کنار تمام آموزش‌هایی که اون کودک می‌بینه در دامن مادر و دامن خانواده کمک می‌کنه. و بانو روز نازنینم و عزیزان شرکت کننده، موسیقی واقعاً دنیای انسان رو، دنیای بشر رو به طوری میسازه که از تمام ابعاد انسانی پرورش پیدا میکنه. و به خصوص حالا میفرمایید بانوان، اونی که علاقه منده به این نکات خیلی مهم برای فراگیری موسیقی چه برای خودش و چه افراد خانواده، حتما به این نقطه رسیده. یعنی موسیقی هنریه که بیان احساسات و عواطف عالی انسانی رو از طریق صدا و نوا انتقال میده به انسانهای دیگر و محیطی که زندگی میکنه. و در واقع یه جمله هست که ناپلئون میگه، اونجایی که موسیقی، یعنی سخن گفتن تمام میشه، موسیقی آغاز میشه. و در قدرت گرفتن و قوت گرفتن موسیقی هم در جامعه ما، خودتون بهتر میدونید که خب اصولاً که ما از زمان هخامنشی و ساسانی موسیقی داشتیم و بشر کلاً بیش از 2000 سال با فواید موسیقی در جامعه، چه از نظر روانشناختی چه از نظر جامعه شناسی، آشنا شده و به این فواید پی برده که چقدر برای زندگی انسان لازمه. ولی خب ما خوشحال هستیم که از دوره، فکر میکنم از دوره قاجار به این طرف، موسیقی بانوان به اشکال مختلف به وجود اومد. و خانم قمر که دیگه همه موسیقیدانان به خصوص بانوان عزیز موسیقیدان میشناسن، ایشون در اون شرایط خوندن و صداشون ضبط شد و این ادامه دار شد تا به امروز که هنرمندان خیلی بسیار خوش صدا، در این حال فرهیخته و با شخصیت محکم زن بودن، هنرمندان خیلی خوبی هم هستند و کم نداریم. من نمیدونم از سوالی که فرمودین. بله، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از مطالبی که فرمودید. اگر که دوستان
اجازه بدید این برنامه رو در همین جا به انتها برسونیم. در فستیوال ایران هستیم، روز زنان خواننده و دنیای موسیقی آنان، مارچ 2024. سالی هستش که فستیوال ایران در سطح جهانی آغاز شده و قرار بر این داریم که همین روز رو سالانه در کنار شما عزیزان در اقصی نقاط جهان جشن بگیریم. تا سال دیگه 2025 ما در خدمت شما اساتید بانوان هنرمند ایران زمین هستیم که بتونیم در این راستا کارگروه های موسیقی برای زنان رو داشته باشیم، پروژه های مختلفی که در جوایز پارسی پرژن وارز مدت هاست در موردش صحبت ها شده، نیاز به حضور ارزشمند خود شما بانوان ایران زمین رو داره که قدم دلو بگذارید و بتونیم دنیای موسیقی زنان و بانوان خواننده و آوازخوان رو روز به روز درخشانتر در سطح جهانی داشته باشیم، به دیگران معرفی کنیم و خودمون هم در کنار هم بیشتر باشیم و لذت ببریم. سپاس از حضور یکایک شما عزیزان در این میزگرد و به امید دیدار یکایک شما. تا دیداری بعد، بدرود.